بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقات بهتری باشه. امروز دوشنبه 18 ماه آوریل یا آوریل 2016 میلادی است و برابر است با 30 فروردین ماه 1395. خب روز جمعه باز این آقای علی زرابی دوست نازنینمون یه ایمیلی رو فرستاده بودن که یه قسمتش درست بود یه قسمتش اشتباه بود. اون قسمتش که موسوی فوت شده مرده درست بود، ولی میر حسین موسوی نبوده و ماجرا به یه شکل دیگه ای بوده. و جالبه وقتی که ما نوشتیم این رو گذاشتیم، دوستان بدون اینکه ویدیو رو نگاه کنن ببینن که من در همون ویدیو گفتم که به نظر میاد این خبر درست نباشه و من رفتم نگاه کردم و چیزی ندیدم، آمدن نظر دادن. حتی پسر عموی خود من نوشته که خبرهای اینجوری به تلویزیون شما ضربه میزنه. ناراحت نباش، ما ضد ضربه شدیم و خیلی خوشحالم که همین خبرهای اینجوری باعث میشه اون خبرهای اصلی بیاد بیرون. اولا یکی این که یه آقای دیگه‌ای به نام موسوی در مشهد، اونم فوت شده، گویا همکلاسی آقای خامنه‌ای بوده و هم مکتبی و هم نمیدونم حوزه‌ای بماند. و دوم این که خبرهای آمد که بله آقای موسوی گویا مریضم بوده، رفته بیمارستان قلب و اینها، و اونها رو هم براتون میخونیم. ولی اجازه بدید من تشکر کنم از آقای ارشیا کیا و دوستانش که برنامه های خوبی رو در ویرجینیا، در این منطقه، در واشنگتن به اصطلاح ترتیب میدن. یکی از اینها دعوت بود از آقای مرتضی برجسته، درست میگم یا خجسته؟ مرتضی برجسته، مرتضی خواننده، که جمعه شب اینجا بودن در این محلی که به نام بابالو هست و خیلی خوش گذشت. جای شماها خالی، امیدواریم که باز از کیا گفت اون برنامه، که ارشیا گفت که چون این پدرش رو به نام آقای کیا ما میشناسیم دیگه بینم میگیم کیا، ارشیا گفت که این برنامه ها رو میخواد به صورت دائم و ماهانه به اصطلاح اجرا کنه. ما هم امیدواریم بتونیم بریم ماهانه 2-3 ساعتی از شر این دنیای شلوغ و از این خبرهای ناگوار دور باشیم و با افراد هنرمندی مثل مرتضی باشیم. مرتضی هم من چند سالی که اینجا هستم هیچ وقت این شانس رو نداشتم که توی کنسرتاش برم و اینها، این اولین بار بود، ولی خیلی مجلس گرم کن، خیلی با محبت، برعکس بعضی از خواننده ها که مثلا اگر گفتن 1 ساعت برنامه اجرا میکنن 1 ساعت و 2 دقیقه بشه اخمشون تو هم میره. ایشون گفت که من تا صبح مشکلی ندارم براتون اینجا خواهم بود و واقعا هم زحمت کشید. از اون آقای فواد، از اون آقای کاظم، از آقای سعید بنایی، از این دوستان هم واقعا ممنونیم. من برای اینها می‌نویسم که من به عنوان ایرانی از شماها متشکرم که شادی رو به این جمع ایرانی، کامیونیتی ایرانی میارید. باز هم خسته نباشید میگیم به دوستان، مخصوصا کیارا، مخصوصا ارشیا کیا که برگزار کننده. کار مشکلیه، بهتون گفتم قرار بذار، جا بگیر، هر کسی میخواد اینجا باشه که خوبه، اون یکی میخواد اینجا باشه که خوبه، همه دوست دارن یه میز باشه ولی همشون رو به اون ور باشن. خب اگه همه میزا رو به اون ور باشه که میشه سالن کنسرت. خلاصه کار مشکلیه، ولی این دوستان به خوبی از عهدهش برآمدن. بهشون تبریک میگم و باز هم ممنون که شب خوبی رو به من و دیگر دوستانی که اونجا بودن اینها به اصطلاح هدیه کردن. ممنون از این دوستان. و اما خبر مرگ موسوی، این موسوی، اون موسوی، چه فرقی میکنه؟ اینا همشون مثل فیل هستن، مرده و زنده شون یک قیمت. و اما کتاب اول دبستان و اون ترسویی که پیغام گذاشته بود و بعد در رفت، خیلی از شما دوستان گفتید که
آقا خوب کاری کردی، اینها گاهی وقتی احتیاج دارن که یک کسی بیاد تکونشون بده، و اینها مثل درختای کهنه‌ای هستن که برگها هنوز چسبیده بهش، ولی باید یه تکونش بدی که بریزه، حیات رو تمیز کن. چند تا ایمیل و روی فیسبوک و اینها دوستان برام نوشتن، براتون میخونم به موقع. ولی این ماجرای کتاب اول دبستان نشون داد که حکومت شاه و دستندرکاران اون آموز پرورش چقدر از جامعه دور بودن، و نتیجهش همین شد که میبینید. امروزی که از دوستان به من تماس گرفته بود و گفت راجع به فیدل کاسترو، زندگی نامش به اصطلاح چیز مستندی نیست، من یادم اومد که چند ماه پیش یه فیلم 2 ساعت و نیمه‌ای رو دیده بودم. رفتم دوباره اون رو نگاه کردم و متوجه شدم وقتی که بعضی فیلم ها رو دوباره آدم نگاه میکنه، واقعا این بار نگاهش عمیق‌تره، و دیدم که چه تشابهاتی بین این انقلاب کوبا و انقلاب ایران بوده. یه آدمی که خودش، خب میدونید کوبا زمیندار بوده، به اصطلاح کاسترو وضعشون خوب بوده، ولی میاد و بعد میخواد از اینا دفاع کنه. حتی وقتی که تقسیم اراضی میکنه، میاد زمین های مادر خودش رو میگیره، که مادرش میگه که هیچ وقت تو رو نمیبخشم. و این به اصطلاح آدمای خوبی هستن اینایی که اینجوری شروع میکنن، ولی اون قدرت میاد خرابشون میکنه. یکی دیگه اون چیزی که اینها به هیچ کس اعتماد نمیکنن و فکر میکنن خودشون همه چیز رو میدونن، و این همه چیز رو میدونن، خب همه جا که نمیتونن باشن. اون وقت هر جا قراره یه تصمیمی گرفته شده باشه، چون اینها نیستن، اون تصمیم گرفته نمیشه، کار انجام نمیشه، کار درست انجام نمیشه. و برید ببینید این فیلم رو، بزنید بیوگرافی فیدل کاسترو از اون سالهای 40 و اینها، که ایشون دانش آموز و دانشجو رشته وکالت بوده، و بعد که زندان میفته و بعد که میاد به اصطلاح رهبر میشه و بعد نخست وزیر میشه و اینها، به نظر من فیلم جالبی هست. اگرم کسی مایل هست حمایت کنه، 2 ساعت و نیم، 3 ساعته، ما حاضریم مثلا این رو 5 روز نشون بدیم با 5 تا 20 دلار یا هرچی. نخواستین برین روی یوتیوب نگاه کنید. این هم از این ماجرا، زندگی فیدل کاسترو. و بعد تو وقتی که اون کی بود، باتیستا بود، میفهمه که این خیلی جدیه، میخواد بره دنبالشون، 10,000 تا ارتشی مجهز رو با ماشین و اسلحه و توپ و تفنگ میفرسه، و اینها اون موقع 300 نفر بودن. ولی این قدرت رو میگه، یعنی قدرت خواستن رو میگه، و ویل پاور اینجا بهش میگن، قدرت خواستن، که اونها 300 نفر به صورت چریک و ربل و اینها توی این جنگل ها و بالای کوه و اینها، و اینها 10,000 نفر، و این 10,000 نفر شکست میخورن. ولی میگم متاسفانه درست بعدش همین ماجرای کشت و کشتار و اینها از طرف مخالف، بعدش دستگیری و کشتار از طرف موافقی، که امروز میگه آقا قرارمون این نبود، تو بد قولی داری میکنی آقای فیدل کاسترو، ولی دوستان خودش هم میگیره و زندان میندازه و اینها. و بدترین کاری که کرد اون همرزمش چگوارا رو، که اینها از کوبا هم گفتن نه دیگه، ما حالا باید بریم همه دنیا رو درست کنیم، درست عین همین انقلابیان ایران که گفتن ما حالا باید بریم اسلام رو به همه جا صادر کنیم. یکی هم پیدا نشد بهشون بگه آقا شما همین ایران رو درست کن. مردم نگاه میکنن میبینن به به چه بهشت برینی ساختی روی کره زمین، اونها خودشون میرن دیگه، شما نمیخواد انقدر بهشت سازی کنی در جامعه دنیا که همیرم چیز کنی. اینا بلند میشن میرن سر تا سر دنیا، نمیدونم از کشورهای اسپانیش دیگه و اینها، که بعد چگوارا به اون وضع فجیع و اینها، و با به اصطلاح نامردی فیدل کاسترو که تنهاش میذاره، تماس نمیگیره بهش و اینها، اونجوری اسیر میشه و بعدم کشته میشه. این هم از ماجرای زندگی فیدل کاسترو. و حالا دوستمونم اگر مایل باشه در این رابطه برنامه بذاره یا
اینپوت بیشتر به اصطلاح اینفورمیشن های بیشتری بده، ما خوشحال میشیم، چه از طریق تلفن به صورت پیام، چه از طریق تلفن به صورت برنامه زنده، چه از طریق ویدیو و آدیو و اینها. در اصل تلویزیون مردم محدود نمی کنیم به یه چیزی و باز گذاشتیم که این هر کسی میخواد بیا در رشته ادب، هنر، سیاست، ورزشی، خبر صحبت کنه. صحبت از خبر شد، این دوست ما آقای حسن خزائی رفت که خبر بیاره، رفت خودش هم شد خبر. اون وقتا یه کسی وقتی تنبل بود بهش میگفتن این اگه بره دنبال ماما تا ماما بیاد، این بچه‌ای که دنیا میاد سربازی هم رفته. بعضیا میگفتن مدرسه رفته یعنی 5 6 سال، بعضیا میگفتن سربازی هم رفته یعنی 17 18 سال 20. ماجرای سربازی، هم آقای آریان پور به این نکته اشاره کردن، هم آقای یزدان خدا بندلو که این ماجرای سربازی و سرباز وظیفه کار خوبی بوده که شروع کردن ولی بد اجرا شده. به جای 2 سال طرف رو علاف کنی، بدون حقوق از خانه و زندگی دور کنی، مثل کشورهای سوئیس و آلمان و اینها، اینا رو 3 ماه 4 ماه تعلیم بده، بعد بفرست برن درس بخونن، بفرست برن یک کاری یاد بگیرن و مملکت رو آباد کنن. در هر صورت آقای یزدان خدا بندلو ساعت 2 بعد از ظهر یا 2:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه با ما خواهند بود تا اون مقاله‌ای رو که نوشتن به اصطلاح جمهوری ایرانی هویت ملی، اون رو هم بیشتر باز کنن، هم پرسش ها و سوال ها و نظرهایی که از هفته پیش تا حالا رسیده اونها رو هم مطرح کنن. پس قرارمون شد چهارشنبه با آقای یزدان خدا بندلو، حالا چه ساعت 2 بعد از ظهر چه 2:30. و اما یه ویدیویی رو من روی فیسبوک گذاشتم، تیترش این بود چرا مردم در داخل کشور به خارج نشین ها اعتماد ندارن یا خارج نشین ها را قبول ندارن. اون هم روی فیسبوک هست، اگه میخواین برید نگاه کنید. و اما بذارید ببینیم که آهان، اون روز وقتی که ما اون پیام اون نادان احمقی رو که گفت که خب شما شهرستانی ها و دهاتی ها مقصر هستین، حتی گفت پدر مادرهای شما مقصر هستن که توی شمیران زندگی نکردن ولی ایشون که توی شمیران زندگی کرده از اون مدرسه ها داشته و میرفته و با شورت هم میرفته مدرسه و میمده، دوستمون نوشته که کاکو جون تقصیر پدر مادرهای ما هست که ما را در شهرهای کوچک و دهات زاییدند. اگر مثل بعضی بچه شمرونی ها نوکر و کلفت و جا انداز دربار بودند، ما هم اون مدرسه و کتاب و اسباب بازی و غیره را میدیدیم. ممنونم، باز هم منتظر هستم. منتظر آقای سعیدی بودیم، ایشون اون روز گفت گلوش درد میکنه یا یک کمی اینجا میگن under weather، یک کمی سرماخوردگیه و من منتظر بودم که بهم زنگ بزنن بگم خوب شدن، بگن خوب شدن، منم به ایشون بگم که خوب کی میان که تماس نگرفتن. آقای سعیدی اگر برنامه من رو میبینید، اگر مایل هستید در رابطه با اون موضوعی که شما به اصطلاح اعتراض کردید به من و فکر کردید من تند روی کردم یا قضاوت یک طرفه کردم، زنگ بزنید، تلفن رو باز میذارم، بله تلفن باز، زنگ بزنید و بیاین صحبت کنید. این هم از این ماجرا. و اما 25مین سالگرد قتل یک آزادی خواه، و من این اسم آقای عبدالرحمن برومند و به اصطلاح اون بنیادشون رو زیاد شنیده بودم ولی هیچ وقت تحقیق نکرده بودم حقیقتا ببینم که ایشون کی هست و چی هست و این بنیاد اصلا کارش از کی شروع شده. اینجا نوشته 1 روز و 2 سالگرد قتل یک آزادی خواه و بنیادی که در پاسخ به ظلم برپا شد. 29 فروردین ماه یعنی دیروز 29 فروردین ماه 1370 یک روز زیبای بهاری در پاریس بود. نزدیک ظهر مردی 65 ساله پس از ملاقات با یکی از رهبران دموکراسی خواه
اپوزیسیون ایران دکتر شاپور بختیار به منزلش در پاریس بازگشت. پسر 19 ساله او از پنجره دید که پدر در حال پارک کردن ماشین خود در مقابل خانه است. او که برای نهار منتظر پدر بود بیدرنگ به آشپزخانه رفت تا غذا را آماده کند، اما پدر هرگز به منزل نرسید. او در ورودی ساختمان در پای آسانسور با ضربات متعدد چاقو توسط مهاجم یا مهاجمانی ناشناخته از پای درآمد. 25 سال پیش در چنین روزی پدرمان عبدالرحمن برومند در پاریس ترور شد. او حقوقدان و از طرفداران دموکراسی در ایران بود و یکی از نزدیکترین یاران دکتر شاپور بختیار، رجل سیاسی سوسیال دموکرات، رهبر حزب ایران و یکی از رهبران جبهه ملی که توسط محمد رضا شاه پهلوی در دیماه 1357 به مقام نخست وزیری منصوب شده بود. بخش بزرگی از مردم ایران که مجذوب رهبر اسلامگرای انقلاب آیت الله خمینی شده بودند به دعوت بختیار به شرکت در انتخابات آزاد و نهادینه کردن آزادی هایی چون آزادی بیان، آزادی احزاب و سندیکاها و آزادی اجتماعات اعتنایی نکردند و روز 22 بهمن حکومت بختیار را واژگون نمودند. بختیار پس از 6 ماه زندگی پنهانی در ایران از کشور گریخت و به فرانسه رفت. پس از 1 سال به همراه چند تن از یارانش نهضت مقاومت ملی ایران اولین سازمان دموکراسی خواه را تشکیل داد. عبدالرحمن برومند یکی از بنیانگذاران این نهضت بود. در حسرت این هم ماجرای بختیار و برومند در تبعید به مبارزه ادامه دادند که از اول دهه 30 آغاز کرده بودند، یکی در مقام معاون وزارت کار در کابینه دکتر مصدق و دیگری چون فعال جنبش دانشجویی. برومند هدف نهضت مقاومت ملی ایران را در چنین توصیف میکرد: هی داده بیداد، یا این دوستان بد می نویسن یا ما بد می خونیم یا جمله ها به هم می ریزه و همش هم متاسفانه از طولانی بودنه، از جمله ها طولانی یادشون میره دیگه، می خواستن چی بگن. در صورت روانشون شاد، یادشون گرامی، اونهایی که رفتن به قول گلپا خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط عشق برچیدند و رفتند. خب حجاج ایرانی، میدونید که ماجرای این حاجیای ایرانی و عربستان و سعودی و اینها چند سال گذشته بیشتر از سالهای قبل ماجراساز بوده و همیشه این مشکلات بوده، چون اونا میگن این یک برنامه مذهبیه، آخوندا میگن نه این یک برنامه سیاسیه و باید ازش، اصلا اسلام سیاسی، باید ازش استفاده سیاسی هم بشه. و نوشته که بذارید باز این رو هم بهتون نشون بدم و بله کامرای سه این بار میایم سراغشون. پیکنت این رو نوشته، این پیکنته که مال رضاییه، نمیدونم والله هر کسی دیگه این روزا یک نشریه و روزنامه و تلویزیونی داره. pakenet.net 3 فروردین 1395 همین امروز شعار راهپیمایی و دعا با صدای بلند ممنوع. شرایط پذیر حجاج ایرانی از سوی عربستان اعلام شد. میگم بهتون جو دوستان بد می‌نویسن، بابا جون شرایط پذیرش حجاج ایرانی از سوی عربستان اعلام شد. وزارت حج عربستان برای پذیرش حجاج ایرانی محدودیت‌ها و شرایطی را اعلام کرد. این شرایط که برای حج امسال اعلام شده عبارت است از: 1. ممنوعیت تجمعات و سردادن شعار و بالا بردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج. 2. ممنوع بودن هر نوع راهپیمایی و تجمعات در اماکن عمومی مربوط به مراسم حج. 3. شرکت الزامی حجاج ایرانی
در برنامه های توجیهی پیش از مراسم حج. احتمالاً این دوستان میرن اونجا، میرن زود بازار رو خرید میکنن، اینها میخوان خرج حج رفتنشون رو با خرید و فروش تلویزیون و وسایل دیگه‌ای که احتمالاً تلفن‌های همراه این روزا در بیارن، و برای بعضی ها این شده معامله. و اما ایر فرانس در ایران، هواپیمای ایر فرانس بعد از 8 سال در تهران به زمین نشست. این هم ماجرای، میدونید که مدت ها بود که هواپیمای ایر فرانس اونجا نمیرفت، همین تازگی هم ایران اعلام کرده بود که این وقتی میخواین بیاین باید خدمتون نمیدونم روسری بپوشن و حجاب و اینها. یک کاریکاتور قشنگم یکی درست کرده بود رو سر هواپیما، فکر کنم خود همین رادیو فردا بود نشون داده بود، رو سر هواپیما روسری کشیده بود. یک هواپیمای شرکت ایر فرانس یک شنبه 29 فروردین ما در فرودگاه امام خمینی در تهران فرود آمد. شرکت هواپیمای ایر فرانس پروازهای خود به تهران را از 8 سال پیش متوقف کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که از سرگرفت شدن پروازهای خارجی به ایران بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای انجام می‌گیرد. ایران و 6 قدرت جهانی 16 ژانویه توافق هسته‌ای را به اجرا گذاشتند و بر اساس آن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران لغو شد. اینم برای اونایی که میگن هیچ فرقی نکرده و نمیدونم. خب بله، مرسی سوربی جان، برنامه خوب و آموزنده‌ای بود. کاش آقای چمنارا که مردی صادق و بیشیل پیلهی هست، توی پرانتز نوشتن مثل خود شما، پی به چرند بودن و دغل بودن مجری اون تلویزیون، حالا دیگه اسمش نبری، ببرد. آدم درو و پاچخاری هست که مرتب تئوری ها و نظریات بی ربط و بی اساس در میان مصاحبه ها میپراند و به همه هم میگه من هم با نظر شما همراهم. در ضمن سوربی گرامی، از مزخرفات اون مردک بی ادب شاه اللهی درباره کتاب اول سال 1339 ناراحت نشد. ایشان حتما مدرسه ژان دارک که فرح خانم میرفته ایشون رفته درس خونده، وگرنه 99% دبستان ها در تهران نه حیات بازی داشت و کسی هم با اون تیتیش مامانی توی کتاب و اون تیتیش مامانی های توی کتاب مدرسه نمیرفت مدرسه. حتی در پیچ شمیران و فخرآباد تهران که ما بودیم. شاد و سلامت باشین. ممنونم از آقای فاطمی عزیز که این رو فرستاده بودن. و اما درباره موسوی، این خیلی جالبه که من این رو بهتون نشون بدم. دوستانی که برای موسوی و کروبی دارن یقه خودشون رو پاره میکنن و اصلا خبر ندارن که اینها کی بودن چی بودن اینها، ولی میگن آقا حالا که مخالف اینها هستن. انتقال چند ساعته میر حسین موسوی به بیمارستان، من این رو حالا باید برای بالاترین بفرستم که بگم آقای بالاترین یا خانم بالاترین یا شما هر که هستید، تا یکی خبری میذاره یه ننه قمر مجاهدی شاه اللهی میاد اعتراض میکنه، شما فوری برای ما ننویس این خبر شما و پایه و اساس ندارد. آقا بفرمایید، حالا تو اون خبر گفته بودن مرده، اینجا اقلا نشون دادی که مریضه، داریم آماده میکنیم مردم رو. انتقال چند ساعته میر حسین موسوی به بیمارستان، این رو کی نوشتن؟ دوشنبه 30 فروردین، همین امروز تازه از 29/1، این دوشنبه بالا ببخشید تاریخ این نشریه است، ولی این پایین تاریخ خبره 29/1/1395، یعنی 29 فروردین 1395. وبسایت کلمه خبر داد که میر حسین موسوی یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روز یکشنبه 29 فروردین برای انجام اکوی قلب و آزمایش‌های تشخیصی توسط ماموران امنیتی به بیمارستان تخصصی برده شد. دوستانی که فکر می‌کنید اینها در زندانن،
اون یکی که نامه مینویسه، نامه تهدیدآمیز که نمیدونم بیاین منو ببرید دادگاه، تو دادگاه میخوام خشتکتون رو فلان کنم و آبروتون رو ببرم فلان، این یکی هم که قشنگ میره بیمارستان تخصصی. اتفاقا جالبه که آقای منصور اوسانلو برای من یه چیزی نوشته بود و امروز وقتی ایشون تماس گرفت، من داشتم روی ویدیو کار میکردم نمیتونستم پاسخ بدم، و آقای منصور اوسانلو در این مورد نوشته و نوشته اینها از حقوق انسانی خودشون محروم هستن. آقای اوسانلو، شما که داداشت در زندانهای همین رژیم کشته شده به دلیل اینکه بیمار بوده و بهش نرسیدن، چجوری به خودت اجازه میدی که اینهای بیمارستان خصوصی و نمیدونم اکوی قلب، والا ما اینجا چون کار میکنیم وقت نمیکنیم، قلب اونم میگن حالا دیگه 60 سالت شده باید بری آزمایش کنی، بریم سر موقع میبرنشونو میارنشونو. آخه بابا یک کمی هم با حالا گور پدر این آخونده. اولا خوبه که خودشون به جون هم افتادن، این یکی دیگه، شما از این بهتر چی میخواد؟ دوما مثل این که شما این آقای امیر حسین موسوی رو نمیشناسید. این آقا دنبال اون 10 سال طلایی خمینی میگرده که آدم ها رو روی پشتبون مدرسه علوی تیربارون کنن. همین در زمان نخست وزیری ایشون افرادی رو که دادگاه رفتن، دادگاه های انقلاب خودشون محکوم بودن 3 سال 5 سال ابد هرچی، اینا رو بیارن بدون هیچ مجوزی تق 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 ببندن به مسلسل، که خودشون کی؟ کسی که قرار بود نایب امام که قرار بود بشه ولی فقیه، آقای منتظری گفت بابا اون ماجرای چگوارا و چیز دیگه، آقای فیدل کاسترو گفت آقا این که نشد که، این چه عدل اسلامیه؟ شما اینا رو انداختی زندان، اینها توی دست شما اسیرن، اسیر حکومت اسلامی هستن. و آقای اوسانلو سال 2016 ناراحته که به اینها وسایل پزشکی نمیرسه. آقا نکنم چی، فکر سلامتی خودت باش. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. امروز خیلی خبرها زیاده و شلوغه، امیدوارم بتونیم تموم کنیم. و اما شایعات، حالا باز این برای بالاترین وقتی شروع شد خیلی چیز خوب و نابی بود، نمیدونم چی شد. بعدن یه سری گفتن 5 میلیون نمیدونم اوباما بهش داده، یه سری گفتن اینا فروختن، یه سری دیگه خریدن. به نظر من یه مقداری هم از بازدید کنندگانش کم شده، هم یکم سیستمش سیستم غلطی شده. مرگ میرحسین موسوی به علت عدم صدور مجوز اعزام به بیمارستان، ببینید نوشته شایعه شماره 0333، اصلا یه صفحه‌ای هست به نام شایعات، باورتون میشه؟ یه صفحه‌ای هست به نام شایعات، یعنی انقدر در سیستم اخبار و خبررسانی ما ایرانی ها اشکال هست که چیکار میکنن؟ این شایعات هی میچرخه. بله، حمله قلبی منجر به فوت میرحسین موسوی صحت ندارد و سران فتنه در حصر خانگی قانونی خود به امکانات مختلفی از جمله خدمات ویزش پزشکی دسترسی دارند. اولا این نوشته 2-3 تا اشکال داره. تا میگه سران فتنه، معلومه که این وبسایت مال کیه؟ مال آخونداست یا مال آقازاده هاست یا مال نوکر آخونداست و قلم به مزدای اونها. دوم این که تأکید میکنه حصر خانگی قانونی، آخه یکی بگه کدام دادگاه اینا رفتن که جرمشون این بوده؟ اینا رو هم درسته مثل مصدق انداختن اونجا توی خونش زندانی کردن، اونم همین ماجرا بوده، ولی اون کجا و این کجا؟ بعد این وقتی که حالا از امکاناتی که اینها دارن داره تعریف میکنه، بازم نشون میده که این وبسایت مال آخوندا هست. متن و پاسخ شایعه، چه جالبه، اینا به خودشون اجازه میدن به شایعات پاسخ بدن، نه اینکه حقیقت رو بنویسن. آخه یه وقت شایعه هست، شما میگی حقیقتش اینه، یه وقت شما خودت رو یه کاره میدونی و بهش پاسخ میدی. میگه که متن و پاسخ شایعه، متن شایعه میرحسین موسوی درگذشت، خبر فوری بالاترین، این همون بوده که آقای زرابی برای من فرستاده
و منم اونجا گذاشتم، بعدم توضیح دادم تو ویدیو. بنابر اخبار موثق، میرحسین موسوی نخست وزیر اسبق و بنیانگذار جنبش سبز، ساعاتی پیش بعد از تحمل 6 سال حبس ناجوانمردانه در منزل مسکونی خود دچار حمله قلبی شده و به علت عدم صدور مجوز انتقال به بیمارستان متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم کرد به گفته نزدیکان. خب اینو روزم خوندیم براتون. حالا پاسخ شایعه رو ببینیم که اینها چی نوشتن. شایعات مختلفی در مورد میرحسین موسوی در بازه‌های زمانی مختلف منتشر می‌شود که هدف آنها زنده و مطرح کردن این مهره سوخته سیاسی. آقا خانم، اگه این مهره سوخته سیاسی، چرا می‌ترسید ازش؟ چرا وحشت دارید؟ ولش کنید بیاد تو خیابون داد بزنه. البته دوستان ناراحت نباشید، اینها اون موقع نیومدن داد بزنن، تازه اومدن به مردم گفتن برین تو خونه. این خبر در منابع رسمی و غیر رسمی موافق یا مخالف او یافت نشده و شایعه‌ای در راستای مورد ذکر شده است. شایعه حمله قلبی او تازگی ندارد و اولین بار در اسفند 88 منتشر و تکذیب شد. هی لینکاش رو هم گذاشته. در مرداد و شهریور سال 91 نیز دو بار او به مرکز قلب تهران منتقل شده است و تحت امور درمانی قرار گرفته است. 5 در اردیبهشت 93 آقای اوسانلو، این هر کی دیگه بود مرده بود. اگر حتی یه آدم کارگری بود به دلیل نداشتن بیمه و وسایل خوب مرده بود، ولی این چه حسریه که این چپ و راست هی میره بیمارستان قلب، هنوزم زنده است. در اردیبهشت سال 93 نیز او به بیمارستان منتقل شد و ضمن ملاقات با دخترانش تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. آنژیوگرافی فکر کنم همینه که یه فنری میفسن بالا از بغل پا توی قلب، توی رگای قلبش. با توجه به موارد بالا و گزارشات موجود روشن است که سران فتنه نه تنها در حصن خانگی دچار محرومیتی نیستند، اقلا حصن خانگیش قبول داره، بلکه به امکانات و تفریحاتی دسترسی دارند که تا قبل از آن هرگز نداشتند و خدمات ویژه پزشکی و اعزام به این مراکز تنها یکی از این موارد است. 7 حصر سران فتنه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب اختیارات و وظایف این شورا کاملا قانونی بوده است. مشروع آن را در زیر، اینا به من داره جواب میده که گفتم کجا کدوم دادگاه، میگه طبق شورای عالی امنیت. این ماجرای شورای امنیت منو یاد این هوملند سکیوریتی آمریکا میندازه که الان بیشتر از چند سال 15 سال یه عده‌ای رو در زندان گوانتامو نگه داشته بدون محاکمه، بدون دادگاه، و اینم یه نوعشه. تهیه و انتشار این متن همراه با موارد کذب اعلام شده در آن در راستای تحریک اندک هواداران او و ایجاد موجهای اجتماعی صورت گرفته است. حقجو و حق طلب باشیم مثل شماها، امیدواریم اینجوری نشیم مثل اینها. خب اینم از این ماجرا. این سفرم ببندیم شایعات، بریم سراغ بله خانم نزهت یحیی‌زاده. من بارها براتون ایمیلای ایشونو خوندم. اولا من نمیدونم ایشون کیه، کارش چیه، چرا به خودش حق میده که به همه توهین کنه ولی نمیره به جای این یه جنبشی، یه حرکتی، یه چیزی برای خودش راه بندازه و شاید اون به هدف برسه. در هر صورت من برای آره ببینید اینجا خانم نزهت یحیی‌پور این به اصطلاح این رو نوشته، منم براتون نشون بدم کامرای 3 بعد. خب نوشته که همانطور که در 23 جولای 2014 به آقای مهندس شاهین نژاد و دوستانشان توجه دادم، حالا انگاری همه توجه منتظر اینن که به توجهات، به هشدارهای این توجه کنم، ابداع کننده و بنیانگذار جنبش نوزایی ایران
ایرانی از طریق مبارزه فرهنگی تولدی دیگر که اینک با پوشش رنسانس ایرانی یا رنسانس ایرانی مطرح می شود، مرحوم شجاع الدین شفا در 25 سال پیش بودند. بنابراین آقای شاهین نژاد، همسر ایشان خانم آرتیموس علی آبادی و دوستانشان بنیانگذار رنسانس ایرانی نمی باشد. مدارک و سوابق این واقعیت در ایمیلی جداگانه به حضور ایران پرستان محترم تقدیم خواهد شد. خب بسیار ممنونم، چه خوب شد خانم نزهت یحیی‌زاده. اگر شما نیومده بودی و نگفته بودی چه کولاکی می شد. ببخشید آقای شجاع الدین شفا مرد، اون 25 سال چه تاج گلی به سر خودش زد و به سر شماها زد که آقای حالا شاهین نژاد بیاد به سر خودش و به سر طرفدارانش بزن. برید آقا، برید خانم، یک کاری پیدا کنید، اگه کار پیدا کردید به منم خبر بدید، من بیام اونجا کار کنم. خب تصاویر بامزه از نینی های پرمو. خب دوستان شنیدن و فهمیدن که ما نوه‌دار شدیم، لطف میکنن برامون چیزای جالب میفرستن، جوکار میفرستن، ویدیوهای قشنگ میفرستن، ما هم اینها رو با شما شیر میکنیم، در میون میذاریم، سهیم میشیم و نشون میدیم. نوشته که همه ما توقع داریم زمانی که نوزادی به دنیا میآید دارای موهای کم با ریشه‌های ضعیفی باشد. البته این نکته در مورد همه نوزادان صدق نمی کند. در ادامه شاهد نینی های نازی باشید که هنگام تولد دارای موهای بسیار پرپشت و حتی مدل دار بودند. خب دوتاشو اینجا ببینید، ببینیم حالا، بله بریم ببینیم عکس های بعدی هم. واقعا این بچه ها رو وقتی آدم میبینه، وقتی که میگن کودکان معصوم، این همینه. اینها هنوز با دنیای سیاست، دروغ، پدرسوختگی، کلک آشنا نشدن. امیدواریم که یه دنیایی باشه که لازم نباشه آشنا بشن تا زندگیشون، امور زندگیشون بگذره. بذارید حالا که این نینیا به این قشنگی هن، منم عکساشونو به شما بزرگتر نشون بدم، چون اون موقع برای نوشته ها گذاشته بودم. بله بفهم، ماشاءالله. اون وقتا میگفتن چشم نخوری انشالله. این که همین از همین اول مثل من که موام سفیده، اینم موهاش سفیده مثل پدر بزرگا شده. بله این یکی ماشاءالله. بله اینم دختر خانم تلم زده تو سرش و موهاش رو زده بالا. و ممنونم از اون دوست خوبی که این ایمیل نینی های نازی رو فرستاده. واه واه این یکی که موهاش هم انگار فر زدن این یکی هم بچه توپل و مادر زیبا و شاد و خندان. خب این هم یکی دیگه که موهای پرپشتی داره. و خب میدونید که الان یکی از بیزینس هایی که پول سازه همین عکس گرفتن از بچه ها هست. حتی همون تو بیمارستان وقتی شما نشستید اون بیرون منتظر و اینها، تبلیغ گذاشتن که تماس بگیرید وقتی بچه رو میبرید خونه، ما بیایم اونجا یا اینجا 20 دقیقه نیم ساعت ازش عکس بگیریم که این عکس ها خاطرات باشه و همیشه با شما باشه. و نقل 900 دلار 1000 دلار هست. خب این هم ماشاءالله، هم به خودشون، هم به موهاشون، هم به قیافه ها، هم به پدر و مادر. خب بستتونه از بچه. یا واقعا عکس نوام رو فرستاده بودم برای یکی از دوستان، گو آقا ما رو گذاشتی سر کار. حالا خانمش هی بهش گفته بیشتر از این عکس ها بگی، گفت فکر کنم خانمش هوس بچه دار شدن کرده. خب دوباره عکس ها برگشت به اول. و ممنونم از اون دوست عزیزمون که در این دنیای شلوغ و پرسر و صدا ما رو با این عکس های خوب به اصطلاح
مشغول کرد. و اما چرا مردم در داخل خارجنشین ها را قبول ندارن؟ اگه وقت شد میریم به اون ویدیو هم سر میزنیم. فعلا نوشته های رو کاغذ من تموم شد، بریم سراغ این چیزایی که روی فولدر کامپیوتر براتون گذاشتم یا روی پرونده و پوشه کامپیوتر گذاشتم. دوستان گرامی، دبیران و فعالان کنفدراسیون، دختر دوست مشترک ما پرویز نعمان با من تماس گرفت و تصویر جدیدی از پرویز را برای انتشار در اختیار من گذاشت. لطف کنید و در انتشارات خود از این تصویر جدید استفاده کنید. من تا آنجا که برایم مقدور بود آن را تغییر دادم. با درود فراوان منتقمی. این هم تصویر این کسی که فوت شده. و بعد اول یه عکس فرستاده بودن، منم حقیقت اون عکسی که دیدم خیلی ناجور بود. حالا دختر ایشون گویا عکس رو عوض کرده و این عکس رو فرستاده. خب روانشون شاد و یادشون گرامی باد. بازم خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برسیدند و رفتند. خب حالا هی خانما واسه آقایون تاخچه بالا بذارن، رونمایی. این رو آقای مختار حسین زیبایی چیز کرده، فکر کنم تنش میخاره. رونمایی از طبیعی ترین ربات. میدونید که ربات اصلا این تو آلمان هم میگفتن قباته، همون رباته قباته. ربات آدم آهنی و آدم های مصنوعی اینا رو میگن ربات. حالا از کلمه از کجا اومده من نمیدونم، چون ما ربات رو درست نکردیم تا اینکه دوستان طرفدار کوروش برن پیدا کنن که کوروش اولین ربات رو درست کرد و اصلا خودش هم رباتی بوده، مال مریخ بوده. چی میدونم والا، اتفاقا یه بحثی دارم حالا اونم شروع میکنم با دوستمون، قول دادم امروز بگم. رونمایی از طبیعی ترین ربات انسان نمای جهان. دانشجویان دانشگاه علوم و فناوری چین اولین و طبیعی ترین ربات انسان نمای جهان را در یک کنفرانس خبری رونمایی کردند. به گزارش ایسنا، ربات انسان نمای چینی به صورت یک دختر جوان ساخته شده و جیا جیا نامگذاری شده است. این ربات طوری برنامه روزی شده که می تواند به طور پیوسته صحبت کند و احساسات خود را از طریق تغییرات در چهره نشان دهد. ربات انسان نمای جیا جیا از نظر ظاهری کاملا شبیه به انسان است و می تواند چشمان خود را حرکت دهد و حرکت لبها و گونه های آن هنگام صحبت کاملا هماهنگی دارد یا هماهنگ است. برای ساخت این ربات حدود 3 سال کار گروهی انجام شده است تا بخش های مختلف بدن آن در برابر داده های بیرونی کاملا هماهنگ و طبیعی باشد. مهمترین ویژگی ربات انسان نمای چینی در مقایسه با سایر ربات های معرفی شده قابلیت یادگیری هنگام صحبت کردن است، به طوری که این ربات قادر است از محتوای مکالمه اطلاعات مورد نظر را دریافت کرده و یا به اصطلاح یاد بگیرد. گروه سازنده ربات هیچ گونه تمایلی برای تولید انبو یا تجاری سازی این ربات ندارد، بلکه هدف آنها صرفاً پیشرفت صنعت رباتیک چین است. خب حتی اگر چنین هم باشه، اون سودجویان و کاسب پیشه ها اونها دنبال این میرن که این رو به صورت ماس پروداکشن، به صورت خیلی زیاد به اصطلاح درست کنن، حالا برای استفاده هایی که دیگه میشه هر جور فکرشو بکن، به عنوان خدمه، به عنوان سیکس، به عنوان هرچی، نه فقط زن، مردها را هم رابط درست میکنن همینجور. سلام، با توجه به درخواست دوستان عزیزم در خصوص ترکیب سیر و لیمو و نیز نحوه ساخت این معجون شفابخش و وجدانن مؤثر در سلامتی قلب و عروق، نسخه اصلی را در فایل پیوست تقدیم می دارم. لطفاً به سایر دوستان و عزیزان به صورت کپی و هر گونه
امکان دار و هر گونه که امکان پذیر است اطلاع رسانی کنید. اگر کسی میخواد بگه تا من این رو برایش بفرستم به صورت PDF و از یکی از این مجلات یا نشریات هست که گویا بله اینجا هست، حالا بهتون نشون میدم. اینه فروردینگان جشن بازگشت فرهوهرها اردشیر سوم دانشمند فرمان روا و الی آخر. این یک اکسیر میگفتن، یک ترکیبی هست که از سیر و لیمو. من یه دوستی داشتم دارم هنوز، آقای رهایی هر جا هست سلامت و شاد باشه، ایشون میگفت که هر وقت که اگر شما روزی یک لیمو به هر صورت بخورین سرما نمیخورین و خودش هم ماشاءالله همیشه سالم و سرحال بود. خب see attached foreign policy، ببینیم این چیه برای اون فرستادن این موقع وسط برنامه. این دوستمون علی فرستاده، ولی نه اون علی شیرازی، ویدیوی پاسخ ظریف که این وبسایت های ایرانی وقتی میاد یه ربع ساعتی اینجوری اینجوری میشه، البته بد نیست برای ورزش گردن چشم ازش استفاده کنید. شما اگه تونستید خودتونو با سرعت این دایره که میچرخه بچرخونید، بعد اگر سرگیجی گرفتید یا به قول شیرازی ها سرپرک گرفتید، حالا از این وری بچرخونید. خب اینم معلوم نیست، یه چیزی همشهری آنلاین. بعضی از دوستان متاسفانه به جای لینک یه موضوع خاص لینک اصلی اون وبسایت رو میفرستن که شما رو میفرستن در دشت برهوت، صحرای برهوت، میگن حالا برو دنبال آب بگه. خب برنامه خوب آموزنده‌ای گفتیم، اطلاعات بسیار عالی برام بازخوان بر اندازی رژیم باشن معرفی آهان این شایعات تصاویر بامزه از درگذشت رو هم گفتیم. خانم ها امرداد سه به همگاه دیگر پیوست ها، این رو هم آقای آریان پور فرستاده بودن، ممنونم از ایشون که اگر کسی میخواد یا با ایشون تماس بگیره یا با من تماس بگیره و براشون بفرستن. میدونید که در چند روز گذشته بعد از اینکه اون ماجرای 28 صفحه و الان دیگه نوبت عربستان شده، آمریکا همه جا رو ریخته به هم، همه نفت ها رو داره مجانی میاره، خودش هم هی انبار میکنه اینجا و خودش الان بزرگترین مثل که دارنده نفت شده، ولی الان موقع عربستانه. شروع کردن که آهان ما اون گزارشی بود که نوشتیم، ما هی بعضی هم میگفتن این کار خودمونه و اینها، 28 صفحهش رو چاپ نکردیم. حالا ماجرا تو اون 28 صفحه است، اگه اون 28 صفحه رو بدیم نشون میدیم که عربستان سعودی همه این فساد و تروریست و اینها بوده و الی آخر. عربستان سعودی هم اومد گفت آهان اگه اینجوری کنید ما پولامونو از بانکتون برمیداریم، نفت رو اینجوری میکنیم، بیزنسامونو اینجوری میکنیم. آقای آریان پور یک نوشته‌ای اضافه کردن به این نوشته نیویورک تایمز که گفته بود تهدید 750 میلیارد دلاری عربستان سعودی برای آمریکا. ایشون نوشتن فرض کنیم عربستان خیال دارد ساختمان‌ها و سهام خود را در کشور آمریکا به فروش برساند. خب اگر در آمریکا کسی مایل به خرید آن نباشد، در آن صورت عربستان چیکار می‌تواند انجام بدهد؟ ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی سابق بالغ بر 37 سال است. نه تنها ایران نتوانسته است آن را به فروش برساند، بلکه در تمام این مدت حتی یک اتاق آن به اجاره نرفته است. فروش ساختمان به کشورهای خارجی بهترین وسیله است که دلارهای خارج شده از آمریکا را به این کشور باز می‌گرداند و ملت‌های کم عقل و بی‌شعور جهان سوم را تشویق به این کار می‌کند. اینجا آقای آریاپور شما یه اشتباه تایپو به صحبت میگن لپی، وقتی اشتباه می‌کنیم نوشتن تایپو. قربونت برم ملت‌های کم عقل، ملت که تصمیم نمیگیرن، بگید دیکتاتورهای این کشورهای دیکتاتورهای کم عقل این کشورهای بیچاره، همش به این صورت. یه پولی هم بابت فروش نفت میرسه به دستشون، این کشورها بهشون میگن ببین این کشوری که توش داری زندگی میکنی که اصلا مالی نیست، بیا پولا رو بذار تو بانک ما، بیا پولا رو بذار زمین فرانسه بخر، بیا پولا رو بذار بنیاد نمیدونم پهلوی بخر، بنیاد علوی بخر، هر چی. شما اینو درست میگی، ولی یه تایپو
چاپ چی میگن شده نوشتید ملت های کم عقل، چنانچه تازه به دوران رسیده های ایران همین فکر احمقانه را در خرید ساختمان ها و املاک دبی انجام داده و سالهاست که از همه آن ساختمان ها حتی کمتر از 50% به اجاره نرفته است. همین تهدید عربستان نشانه گناهکار بودن حکومت عربستان در پشتیبانی از القاعده می باشد، چون اگر بیگناه بود نیازی نداشت به این تهدید مسخره و توخالی بپردازد. شاه شاهان با آن همه سرمایه گذاری در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، آیا ایران توانست حتی یک دینار از آن پولها را به دست آورد؟ سرمایه گذاری در کشورهای خارجی یعنی ریختن پول به زبالدان. هوشنگ آریانپور. ممنونم از شما. و اما اون دوستان گرامی، خبر در گذشت و پیام دبیران کنفدراسیون را برای شما ارسال میکنم. این همون بود که در سوگ رفیق پرویز نعمان نوشته بودند که عکسشون هم نشون دادیم. و اما خب میدونید که الان بعضیا، ببخشید من این کلمه رو میگم ولی این حقیقته، مثل اینکه یک کسی که خرابکاری کرده یا یک چیزای میخوان آب توبه بریزن رو سر این رژیم و رو سر اون رژیم، و مثلا یکی میاد میگه آقا شاه بیخود کرده این خبر هواپیما و اینها رو اینجوری خریده و اونجوری خریده، یکی میاد میخواد که بگه نه آقا اینجورم نبوده، بابا بیچاره شاه یه هواپیما خریده بود اصلا موتورم نداشت، اینو با اسب میکشیدن باد میافتاد زیرش میرفت بالا. ماجرای هواپیمای شاهین. خیلی از شماها عزیزان داستانهای در صدا و سیما و مدرسه در رابطه با دزدی شاه ایران و داستان چمدانهای پول شاه موقع خروج شنیده این. اینجا میخواهم یک نمونه از کارهای شاه ایران بعد از خروج رو به شما نشان دهم. قضاوت به عهده شما. اول از همه میخواهم شاهین هواپیمای سلطنتی ایران رو به شما معرفی کنم. شاهین همان بلو فلایت یک ایران است. نام یک بوئینگ 707 متعلق به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بود که محمد رضا پهلوی و شهبانو پهلوی از آن برای سفرهای داخلی و خارجی استفاده میکردن. رنگ این هواپیما اینا رو نمیخواد بگی. شما اونجایی که این به نام شاه بوده یا به نام دولت ایران بوده اونو بیا تحقیق کن دوست عزیز. به شما نمیگن محقق، به شما میگن کسی که میخواین آب توبه بریزین رو سر یه فاحشه‌ای، بعد بیارید این رو به همه بگید این از مادر شما هم محترمتره. این کار نکرده، زحمت نکشید. خود آقای اردشیر زاهدی میگه دعوا کردم با فرح، گفتم چه کار داری به این پدر خانم من شاه شاهان برای 40 میلیون دلار هواپیما؟ این هواپیما رو بنداز جلو این آخونده که نیان شما رو به عنوان هواپیما دزدی توی کشورهای دیگه حکم جلب براتون بگیرن. خودش گفته شماها که چندین میلیارد پول دادی. امروز یه نفر منو چالش کرد، به چالش کشید که شما یه جایی گفتید که مصاحبه کردید با دکتر منوچهر گنجی و دکتر منوچهر گنجی گفته آقای سربی کتاب‌های دبستان ما رو آیت الله بهشتی و آیت الله قفاری و دو سه تای دیگه می‌نوشتن، اگه اون رو برای من پخش کنید من $100 به حساب شما می‌ریزم. بهش گفتم نه عزیزم اینجوری کار نمی‌کنه، شما $100 به حساب بریز من اونو برات پخش می‌کنم، اگر پخش نکردم اون $100 بهت پس میدم یا $200 بهت پس میدم. حالا منتظر اون هستیم. ولی داشتم این ویدیو رو نگاه میکردم، ماجرای همین آقای گنجی، زمانی که من آمدم چون مصاحبه کرده بودم با اون آقای احمد علی انصاری و از ثروتهای رضا پهلوی داشتیم صحبت میکردیم، توی اون موقع یه نفر اومده و میگه آقا شما که میگید این 20 میلیون داره و اینها، آقا انصافم خوبه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود آقای رضا پهلوی این کامبیز حسینیه که انقدر فشارش داد که آخر به صدا در اومد گفت ما 62 میلیون دلار داشتیم. 62 میلیون دلار شما دوستان چند داشتید؟ میبینیم خانم امانپور میاد میگه وقتی من از ایران اومدم با یه چمدون اومدم و 30 دلار. اونم دروغ میگه، همه ما هم دروغ میگیم. هر کجا میریم مهمونی میگه آقا من اومدم و خانمم و 2 تا بچه، اصلا کیفم نداشتیم، کیف یه دونه از پلاستیکای فرودگاه برداشتیم چیامون ریختیم توش. دروغ میگیم، چون دروغ میگیم اینجوری.
نیویورک تایمز تهدید 750 میلیارد دلاری عربستان سعودی. ممنونم از علی آقای شیرازی عزیز که اول ایشون این خبر رو فرستاد، پس از اون آقای آریان پور لطف کردن اون نوشته رو در رابطه با عربستان سعودی نوشته. و اما دوستان، آقای بهمن بیک یه سوال از شما کرده، جهنم بهتره یا بهشت؟ برنامه روزانه بهشت رو میگن، برنامه روزانه جهنم رو هم میگن، شما تصمیم بگیرید کدومش بهتره، اگر بتونید کدوم رو انتخاب میکنید. برنامه روزانه بهشت، بذار من این رو هم بهتون نشون بدم که آقای بهمن بیگ فرستاده و بله داریم میبینیم دیگه. اینجا سه اوکی. آقای بهمن بیگ 16 اپریل. و اما جهنم بهتره یا بهشت؟ برنامه روزانه بهشت، ساعت 3 صبح نماز شب، ساعت 4 صبح نماز صبح، ساعت 5 صبح دعای بعد از ظهر بعد از نماز، ساعت 6 صبحانه کنار رود عسل با نان داغ و شیر و سرشیر، و ساعت 7 صبح گوش فرا دادن به سخنان گوهربار پیامبر 241 در باب عدم هیزی کردن به حوری های همسایه، ساعت 10 صبح مدعی حاج کریم در طبقه سوم قصر ایشان، ساعت 11:30 نماز ظهر و عصر، ساعت 12 دعای بعد از نماز، ساعت 13 نهار کباب زعفرانی با مخلفات کامل، بعد از نهار تا اذان مغرب و عشا در اختیار خود وول خوردن در میان حوریان. و اما بریم سراغ برنامه روزانه جهنمیان. ساعت 7 صبح کنسرت متالیکا، ساعت 10 صبح رقص زومبا، ساعت 12 کنسرت هایده، ساعت 13 کنسرت جنیفر لوپز، ساعت 14 کنسرت مادونا، ساعت 15 کنسرت مدرن تاکینگ، ساعت 16 کنسرت گوگوش، ساعت 17 کنفرانس ادیسون در باب تکنولوژی های آینده جهنم، 18 همایش انیشتین در باب دستاوردهای روز فیزیک کوانتوم، 19 کنگره استیو جابز درباره مایکرو کامپیوترها، ساعت 20 مشاعره شکسپیر با عبید زاکانی، ساعت 21 حسن ختام برنامه روزانه رقص جمیله و محمد خردادیان، زمان خوردن و خوابیدن اختیاری. حالا خود دانید دیگه. خب آقای بیگ، ما که بارها گفتیم که من نمیخوام با خمینی و شاه تو بهشت باشم، من میخوام با هایده و معصلی و اینا تو جهنم باشم، شما چی؟ شما که اینو برای دیگران فرستادید خوب بود نظر خودتون رو هم میگفتید. ولی میسم سفرپور، میدانید که آیا درد کوری و کری از ابتلاست؟ لیک رنج احمقی قهر خداست. بله، این رو آقای سهیلی برای من فرستادن، مسعود میرزای عزیز، و خیلی جالبه. یه شاعر بیکاری به نام خانم بهبانی یه شعری گفته، یه شاعر بیکارتری جواب اونه داده، یه شاعر بیکارتر از این دوتا آمده جواب دومی رو داده. گفتم آقا شماها هی بشینین شعر بگین و اون شعر جواب اون بگه و اون جواب اون بگه، آخوندم میخوره و میبره و میدوزه و میکنه و تجاوز و نمیدونم همه چی، بریشتون میخنده. برید آقا، این هر کی بیکاره، این داور تلویزیون رنگارنگ واقعا حرف خوب میزد، میگفت که نه این هنر و اینا هم میشه، میگه با این چه کاغذی گرفته رفته نقاشی کرد، حالا میگم میخوام 10000 دلار بفروشم. من میگه حالا یه چیزی بهتون بگم، با همه اینها این نقاشا اولا یه رنگی خریدن، یه زحمتی کشیدن، بعد دستشون رنگی شده رفتن شستن. از اینا بیکارتر این شاعرها هست، هیچ، همینجوری نشسته خوشه، یه فیلمی میبینه و یه مثلا عکس زنی رو تو تلویزیون میبینه خوشش میاد، به 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 آن چشمان تو جان من فدای تو، خانمش هم اگه از رابرس با مایتابه میزنه تو سرش. خلاصه اینم تفسیر آقای داور بود از نویسنده ها، از شاعرها و از
کیا؟ از نقاشا. و اما این کتاب سال اول همچنان ادامه داره. روز جمعه من با آقای قربان علی حسین نژاد بودم، بعد ایشون برنامه رو که داشته نگاه میکرده، خب بعد از برنامه ما شروع شد و صحبت کردیم اینها، ایشون این رو نوشته، میگه واقعا با آن کتاب دبستان که نشان دادید زمان ما بود، یاد دهه 30 افتادم. آها، با اون کتاب دبستانی که نشان دادید که زمان ما بود، من یاد اون دوره افتادم، دهه 30. ما وقتی لباس دارا و آذر را می دیدیم در شهرستانی در آذربایجان، ایشون می نویسه میانه، در آذربایجان می گفتیم اینها چرا با شورت بازی می کنن، چیزی نمی فهمیدیم. چراغ قرمز و خط سفید خیابان را که می دیدیم مطلقا نمی فهمیدم اینها یعنی چه. من سالها آن خط سفید را فکر می کردم نرده است و اینها از روی نرده عبور می کنند. چراغ قرمز را اصلا نمی فهمیدم برای چیست. معلممان هم نمی توانست بفهماند، چون اصلا شهر ما چراغ قرمز و خط سفید نداشت، یک خیابان اصلی بیشتر نداشت و ماشین هم فقط چند تا ماشین ادارات بود، بقیه درشکه و گاری اسبی. آقای قربان علی حسین نژاد، شما هم باید بری پدر مادرت رو مورد محاکمه قرار بدی که شما رو چرا در آذربایجان در میانه به دنیا آوردن. شما رو باید می‌بردن اونجا شمیران، همه باید شمیران بودن، چون اونها یه مدرسه داشتن اونجا. گویا این آقا با شورت میرفته، چون با شورت هم رفته مدرسه، الان دیگه خجالت میکشه بیاد خودش رو ما نشون بده، خجالت میکشه اسمشو بگه. اوکی، خب من پریروز به یه نفر، این چون جمعه رفته بودم این ویکند، من خیلی کار نکردم به خاطر اینکه هم نوه گیرمون اومده بود، مشغول بودیم و اینها، و هم برنامه مرتضی بود. چون جمعه رفته بودم بیرون، فکر میکردم شنبه است، بعد قاطی کرده بودم، خلاصه خیلی تعطیلی بهم خورده بود. به این دوستم گفتم که من فردا در برنامه میگم، نگو که شنبه بوده. اتفاقا امروز با آقای یزدان خداوندلو هم صحبت میکردم، ایشون گفت خب پس من فردا با شما مصاحبه میکنم. گفتم نه آقا، امروز دوشنبه است. نمیدونم، ایشون گفت پس امروز چهارشنبه است. گفتم نه، امروز دوشنبه است، پس فردا. بعد به ایشون گفتم ناراحت نباشید، منم خودم بعض وقتا روزا رو قاطی میکنم، روزا رو قاطی کرده بودم، ولی این دوستم گفته که فردا شما برنامه دارید. ضمن در برنامه بیلمار گفته شده بود که 62 نفر در جهان داراییشان از دارایی نصف جمعیت جهان بیشتر است. آیا این شرم‌آور نیست؟ بله، من اون رو دیدم، با خانم ایمی گودمن و دو سه نفر دیگه داشت صحبت میکرد، راجع به مالیات و تکس و اینها بود. شرم‌آوره و واقعا به کجا میخواد برسه هیچ کس نمیدونه، و خیلی هم خطرناک شده که اگه موقعیت اینجوری جلو بره، خب این مردم ناراضی میشن دیگه، بالاخره مثل توپ منفجر میشن. خب این رو هم خوندم که تقصیر پدر مادرهای ماست، نشته سوربی، تقصیر پدر مادر ما که ما رو در شهر کوچک و دهات زایدن. اگر مثل بعضی از این بچه شمرونی ها نوکر و کلفت و جا انداز دربار بودن، ما هم اون مدسو کتاب اسباب بازی غیره را میدیدیم. اینم از این. و اما آقای امیر نعمت الله که ایشون هم روی فیسبوک هستن، لطف کردن و نوشته ای رو به انگلیسی نوشتن، حالا من با این انگلیسی الکن برای شما ترجمه میکنم. اینم باز در رابطه با همون کتاب و در همون چی میگن، در رابطه با همون کتاب کلاس اول سال 1339 دوره شاه است. هر کنتون اون کتاب رو میخواین برای من یه ایمیل بفرستید، تو براتون بفرستم. آقای امیر نعمت الله میگه I grow up in Gumruk and Nawab in Tehran. میگه من توی منطقه و محله گمرک و نواب تهران بزرگ شدم. I never remember wearing a short and going to school. میگه من هرگز یادم نمیاد که شورت پوشیده باشم و رفته باشم به مدرسه. البته این قسمت دومیشه آقا امیر نعمت الله، من نفهمیدم. Except when I was 4 years old.
یعنی چی؟ یعنی وقتی 4 سالتون بود پوشیدید شورت؟ یا این نمیفهمم، این اتیکر نمیفهم. میگه مگر اون موقعی که 4 سالم بود. I never saw anybody wear shorts in school or high school. میگه من هرگز ندیدم دیگران هم، هم شاگردی ها، هم مدرسی ها، هم شهری ها، هم محلی ها هم شورت بپوشند، چه در مدرسه دبستان چه در دبیرستان. We had to wear pants and jacket and wear white fabric that was clipped to our jacket neckline. میگه ما مجبور بودیم شلوار و کت بپوشیم و یک یقه های، این یقه ها رو دختران میپوشیدن توی مدرسه های پسرون هم میذاشتن. هر کی هم فکر اینو کرده خیلی آدم با فکری بوده، چون میدونسته تو ایران اون موقع خوش‌شویی و امکان اینکه این کت شلوار رو بشورن و فردا خشک بشه و اینها نبوده. اون قسمت گردن که تماس میگیره معمولا چربی روی یقه کت میمون، اونو میگفتن یه پارچه های سفیدی بخرید. اولا چون سفید بود تا کثیف میشد معلوم میشد، باید میشستیم تمیز میکردیم. در هر صورت بله ما هم همین بودیم، کت و شلوار. اون موقع هم نقل این کاپشن و ماپشن اینا به این صورتان نبود. بله We had to wear pants and jacket. بله شلوار و کت و یه چیز فابریک هم، یه تیک پارچه سفیدی هم که کلیپ میشد، چسبیده میشد به یقه کتمون. And our mother would wash it weekly. بعد میگه که اون یقه رو هفته یه بار مادرمون میشست. میگه in high school did not wear that anymore. میگه دیگه توی دبیرستان اون یقه سفید رو نمی پوشیدیم. That was the norm in all public schools. حالا اون بی حیا، اون بی پدر و مادر، اون بی شرمی که میاد با خیلی افتخار میکنه که بچه شمیران هست و نمیدونم اینجوری بوده و اونجوری بوده، اگر انسانی بیا از اینا یکی یکی عذرخواهی کن، بگو که ما اشتباه کردیم، ما فکر کردیم دنیا ایرانه، ایران تهرانه، تهران شمیرانه، یه خیابونی یا یه منطقه ای رو چسبیدیم بهش، پدر خودمون رو دروردیم، چون شماها بیشتر از همه سرد میکشیدید. شماها حتی اگه پول دوزیرم ورداشته باشید اومده باشید اینجا، چون همیشه حقنازه سلفیش هستید، خودخواه هستید، انتظارتون برآورده نمیشه. شما به یک کسی که نداره یه تومن بدی، میری یه تیک نون میگیری میخوره خوشحاله. به یک کسی که داره، اگه 1 میلیون داره 500,000 بدی، میگه خب فرقی نکرد برام، چیزی نمیشه. شماها همیشه دارید حسرت میخورید. حالا ببینم آدم میشی زنگ بزنی قشنگ عذرخواهی کنی هم از من هم از بینندگان و بگی بله یه مدرسه بود، به قول ایشون مدرسه ای نمیدونم ژاندارک بود، اصلا از اسمش معلومه مدرسه فرانسوی ژاندارک. حاصل اون مدرسه چی شده؟ خانم فرح کمونیست. فرح چه کار کرد؟ شد زن شاه. چه کار کرد؟ هرچی آخوند بود آورد تو دربار، بعدش هم انقلاب شد. توی بی سواد که نمیفهمی که میگی من خوشم میاد از سربی ولی بدت میاد، همینه. از مادرت هم خوشت میاد، برات خوراک درست میکنه، برات فهم و شعور میده، ولی اگه بهت دوا میخواست بده که احمق بخور خوب بشی، اون موقع از مادرت بدت میمد، گریه و زاری میکردی، میزدی زیر دستش که دوا هم بریزه. حالا ببینم کی شعور پیدا میکنی، بیای بگی من عذر میخوام، من اشتباه کردم، من باید مثل یک انسان شریف میومدم میگفتم بله آقای سربی اینها این کتاب رو درست کردن. و چند تا مدرسه بود استثناء، عکسای آقای رضا پهلوی هست که با شورت میره مدرسه، چون ایشون هم مادرش فرای فرانسوی، دایش هم لله فرانسوی. ولی شما بیا بگو کی بودی، با شورت کدوم مدرسه میرفتی، کار بچه های دیگر راحت میکردی. چی بگم بهتون آخه، ای کاش اهلا شعور و فهم داشتی. توی شیراز اون وقتا میگفتن با آر اشاره بی آر مناره، یعنی اونی که متوجه میشه شما یه اشاره بهش کنی میفهمه، اونی که بی آر باشه یه منار، شیراز میگن منار، یه منارم یه جاش بکنی باز نمیفهمه، شما جز اون هستی.
و اما رحلت آیت الله سید محمد موسوی نژاد از علمای معروف مشهد. این خبره بود که سعید برای من فرستاد، گو آقا اون موسوی این موسوی نیست، تو قاطی کردی. برش نوشتم عزیز من نه این موسوی کاری بهش دارم نه اون موسوی. این موسوی ها همشون فامیلیشون موسیوه، خارجی هن. آخونده برای که قالبشون کنن به ما گفتن اینا فامیلشون موسویه، چون هم پدرشون سید بوده هم مادرشون سید بوده. اینا ماشاءالله چوب دو سر طلا هست، اینا همشون موسیو هستن. رحلت آیت الله سید محمد موسوی نژاد، بله این خبرم روز 25/1/1395 اومده، یعنی درست همون روز 28 که ما گفتیم دنبال این خبر بوده. چیزی که هست نداریم، خبرگزاری درست حسابی نداریم. وقتی که تلویزیونای ما آقای نوری زاده هست و همش طرفداری عربا رو میکنه، نداریم یه نفر آقا از ایران خبر بده بگه آقا امروز این اتفاق افتاد، بشه بهش اطمینان کرد. و اما من معمولا از ارسال جد خودداری میکنم، ولی گاهی هم شاید لازم باشه که از ارسال جد خودداری نکنم. یارو ازم پرسید کارت چیه؟ گفتم تو کار فرش و تلویزیونم. گفت یعنی چی؟ گفتم رو فرش میخوابم تلویزیون نگاه میکنم. دیشب شام سوپ داشتی. به مامانم میگم آخه تو کشورهای خارجی سوپ یه پیش غذا است، شام که نیست. برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه فلان فلان شده. یعنی اصلا من لزومی ندیدم که این پای عمه من رو بکشه وسط، نیتش فقط این بود که یه فحشی بهش داده باشه. شب تولدم شروع کردم به باز کردن کادوها. بذارید اینا رو بهتون نشون بدم، یه وقت اگر خوندن من با یعنی نمیتونم ادا کنم اون رو، میدونید این خیلی مهمه، دلیور کردن، کجا استاپ کردن و اینها رو هم قرار شده دوستان بیان تو برنامه ها یادمون بدن که نمیان، همه تنبلن. هم. خب بذارید من این رو هم استاپش کنم. بله، شب تولدم شروع کردم به باز کردن کادوها. به کادوی بابام که رسیدم دیدم یه پاکته که درش بازه. توشو که نگاه کردم دیدم نوشته 80,000 تومانی رو که 3 ماه پیش گرفتی نمیخواد برگردونی. خب درست گفته دیگه، قرار بود بدهی باشه، حالا بدهی تو بخشیده، این کادوه. پدر به دختر گفت که پاشو دخترم یه لیوان آب واسه بابا بیار. دختر ولکن بابا دارم تلویزیون تماشا میکنم، میبینم حال ندارم. دختر کوچکتر بابا ولش کن این خیلی بی‌تربیته، پاشو برو خودت بخور برای منم بیار. اینم بچه های امروز. من موندم وقتی میگن مثل بچه آدم رفتار کن، دقیقا باید مثل حابیل رفتار کنم یا مثل قابیل؟ حابیل و قابیل که میدونی بچه های آدم بودن، همدیگر رو کشتن و چه کار کردن و واخ واخ واخ. دقت کردید عروس دریایی داریم ولی داماد دریایی نداریم، یعنی بی شوهری تو عمق دریا هم موج میزنه. سر کلاس به بچه ها گفتم انشا بنویسید با این موضوع، اگر مدیر عامل بودید چه میکردید؟ همه تونتون با هیجان شروع کردن بنوشتن به جز یک نفر که نشسته و داره از پنجره بیرون رو تماشا میکنه. ازش پرسیدم چرا تو هیچی نمینویسی؟ گفت منتظرم تا منشی بیاد برام تایپ کنه، یعنی قوه تخیلش هلاکم کرد. و اما تو پاساژ ها دقت کردین بعضی مردا دست خانمشون رو میگیرن، چون اگه دستشو ول کنن میرن خرید میکنن. رمانتیک به نظر میرسه ولی در حقیقت اقتصاد مقاومتیه. با این وضعیتی که قیمت گاو و گوسفند پیدا کرده، تا چند وقت دیگه جلوی پای عروس و داماد تن ماهی باز میکنن. اینم جوکایی که دوستان از بیکاری میگن و خیلی هم بعضی هاش خنده داره و بالاخره یک چی میگن مود آدم، اون حال و اینهای آدم عوض میشه بعد از نادانی اون طرف چیز میای یکم تو خنده و اینها. و اما اون چیزی رو که من به شما گفتم میخوام در مورد صحبت کنم، دوستی هست به نام آقای محمد رضا شهاب که من ایشون رو از طریق بنیاد دماوند میشناسم و نوشته ها و صحبت هاشون اینها رو دنبال میکنم.
ایشون یه چیزی فرستاده بودن و بذارید اون یه چیزی براتون بگم. یک ویدیویی بود نوشته بود که حتما بشنوید، نفوذ تمدن ایران در فرهنگ و تمدن غرب. حالا من نوشتم ای بابا من و شما هم به چه چیزایی دل خوش کردیم. ایشون پاسخ دادن: آقای سربی گرامی، با درود، سلام و عرض ارادت، امروز ایمیل شما در باره مطلب ارسالی را دیدم و مرا به تعجب واداشت. اجازه بدید من اینجا بنویسم، چون بهشون گفتم در این مورد صحبت میکنم، بهشون بگم ساعت چند. امروز ایمیل شما درباره مطلب ارسالی را دیدم و مرا به تعجب واداشت که چگونه می شود که شما به جای تحسین از آقای دکتر رضا جرجانی که با تلاش و تحقیقات ممتد خود توانسته کتاب و گزارشاتی درباره نفوذ تمدن ایران را در معرض افکار عمومی قرار دهد، شما چنین پاسخی به این داده اید. گفته من رو اینجا نوشتن: ای بابا من و شما هم به چه چیزی دل خوش کردیم. باید بگویم در زمانی که امروزه ما را تروریست می نامند و جوانان ما هم از گذشته ایران اطلاعی در دست ندارند، چنین تحقیقاتی می تواند کمک مؤثری باشد. چندی پیش هم زمانی که دانشمند محترم ما جناب فیروز نادری سیارکی را به نام ایشان به ثبت رساندند و شرح حال ایشان در فیسبوک قرار داده شده بود، شما با قرار دادن علامت سوال نوشته بودید: آیا باید افتخار کنیم؟ به نظر من هم باید به گذشتهمان افتخار کنیم و هم به دانشمندانمان در ایران و سایر نقاط ببالیم تا بتوانیم سرپا بمانیم. در اینجا جای دارد مطلبی را که چندی پیش جناب پروفسور رضا که برای سخنرانی به دعوت بنیاد فرهنگی دماوند به این منطقه آمده بودند را بازگو نمایم و ایشان چنین گفتند: ما باید به ایران فکر کنیم، حکومت ها می آیند و می روند ولی این ایران است که باید بماند. روز خوش، ارادتمند محمد رضا شهاب. ممنونم آقای شهاب عزیز. من اول از ایشون تشکر کردم، این نشون دهنده فهم و شعور ایشونه، و الا من اونو نوشتم اگه یه بیشعوری بود شروع میکرد فحاشی، منم 4 تا فحش بهش میدادم بعدم دیگه صحبت نمیکردیم، ولی چون ایشون فهم و شعور داره در گفتگو رو باز کرده، منم میام نظر خودم رو میگم. حالا من نظرم رو میگم. اولا اون کشوری که این آقا دوستمون آقای جرجانی که نشون میده تحت تأثیر عرب ها قرار نگرفته بود و الا فامیلیش گرگانی میشد، چون عرب ها جه ندارن، درست میگم؟ یا گه ندارن، قاطی کردم دیگه، 3-4 چی ندارن، پ ندارن، جه ندارن، جه ندارن، یه چا از این چه بمانه. دوست گرامی، اون ایرانی که ایشون میگه، اون ایران نصف دنیا بوده. اون ایرانه یه جایش افغانستانه، یه جایش ترکیه بوده، یه جایش نمیدونم اون بوده. هر کسی میتونه ادعا کنه این مال منه. باور کنید من از شما فرهیختگان دانشمندان تعجب میکنم که یه چیزای اینجوری پیش پا افتاده رو میخواین بچسبید بهش و اون ریشه نجات پرستی رو که داره میخشکه شما ها میخواین دوباره ترویج بدید، دانسته یا ندانسته. این یک. دوم، در رابطه با آقای فیروز نادری، من چون توی فیسبوک مقالای دیگری هم میذارم، اون آقای ایرانی که با تبر خانمش رو تیکه تیکه کرده، اون آقای ایرانی که فلان دزدی رو کرده، اون آقای ایرانی که بچه‌ای رو در کالیفرنیا کشته، دختره رو گذاشته تو کمد، از شما سوال میکنم اگر من با آقای فیروز نادری که اتفاقا همشهریمم هست باید افتخار کنم و ببالم، به اون یکی که رفته آدم کشته باید چه کار کنم؟ توی مهمونی ها با همه با صدای بلند بگم که دوستان آمریکایی، من از شما به عنوان هموطن این عذر میخوام که این آدم کشته؟ من نه معروفیت و مشهوریت و موفقیت این برای من افتخاره، چون یه آقای نادری اگه تو ایران مونده بود با اون شرایط خانوادگیش، برید بخونید بیوگرافی خودشون رو، اگه مونده بود یا معتاد شده بود یا بیکار شده بود یا زندانی شده بود، اگه خیلی موفق شده بود، معتاد و پوتاد نمیشد، میرفت دنبال کتاب، زندانی شده بود. این آمریکا بوده که بهش بار پرداده.
این موقعیت اینجا بوده. بعد شما برید بزنید ببینید توی ناسا چند تا هندیه، چند تا چاینیزه، چند تا اسپانیشه، چند تا کره‌ایه، چند تا ویتنامیه. خودتون رو به این چیزا مشغول نکنید. دوست عزیز من آقا رضا، محمد رضا شاه، شما فکر میکنین فرزندان من و شما اینجا به این نوشته ها، به این ویدیوها، به این حرفا اهمیت میدن؟ اونا اگر وارد باشن، وقتی که یک کسی بهشون میگه تروریست، میاد گوگل میکنه، نگاه میکنه چی میکنه، قشنگ میاد مدرک میذاره که آقا چه تروریستی، یه عمل تروریستی بگو که ما ایرانی ها کرده باشیم. 19 تاشون برید نگاه کنی، 15 تاش مستقیما از عربستان سعودی بوده، 4 تای دیگه هم دومشون به اونجا وصل میشه. من میگم شما از این خواب و خیال و رویا بیرون بیا. بله ای بابا، من و شما هم به چه چیزای دل خوش کردیم. کجا این ویدیو پخش میشه؟ کجا این ویدیو پخش میشه؟ جایی که درس خونده هستن، جایی که سرشون به تنشون میارزه. اونا که میدونن من و شما تروریست نیستیم. شما اگه تونستی بری توی عوام، توی این عموم آمریکایی‌ها یکم باهاشون صحبت کنی، نتونستید. بله داریم کم کمک یه کارایی میکنیم. همین پرژن پریدی که دیروز بود در نیویورک، خب این یه قدم مثبت. مکزیکیا بدون هیچ مناسبتی، حالا سینکو د مایو، پنجم ماه می جشن میگیرن، ایرانیام هر دفعه عوض میشه، یکی 13 آپریل، یکی 17 آپریل، بسگی داره یه شنبه به کدوم روزی بیفته، جشن میگیرن. چاینیزا هم جشن میگیرن، آیریشا هم جشن میگیرن، و ما به این وسیله داریم به عوام نشون میدیم که ما هم وجود داریم. این قدم خوبیه. ولی این آقا اومده نشسته، اون میگه اکتالاپوس با اکتالاپوس، اون آمد به اون گفت فلان. آقا چی دارید میگید آقای شاه؟ بیان مهمون من باشید ربع ساعت، شما رو 5 دقیقه من صحبت کنم، بعد ببینیم مردم چی میگه. درستان ممنون و متشکرم که من رو قابل دونستید که پاسخ بدید. مرسی. خب و اما وصیت‌نامه سیاسی شاه که آقای آریانپور در برنامه‌اش گفتن، و این بار گویا یه چند تا ایمیل رد و بدل شده. بعد آقای آریانپور برای این آقا نوشته که ایمیل با این شروع شده: Historical Personalities of Iran، محمد رضا شاه پهلوی. بعد آقای آریانپور میگه که دوست گرامی، لطفاً از آقای قاسمی بخواهید این وصیت‌نامه شاه را مطالعه فرمایند. دیکتاتورها شاخ و دم ندارند، ولی بدتر و شاید هم بدترین دارند و نباید آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. هیتلر در مدتی کمتر از 10 سال آلمان شکست خورده و ویرانه و مقروز را تبدیل به پیشرفته ترین کشور آن روز کرد، ولی در مدتی کمتر از 4 سال بالغ بر 20 میلیون آلمانی جوان را به کشتن داد و کشورش را دوباره با خاک یکسان کرد. در مقابل استالین در جنگ پیروز شد و به امرش بالغ بر 30 میلیون از ملتش را علاوه بر 10 میلیون که در جنگ کشته شده بودن نابود کرد. حال بیاییم این دو را با هم مقایسه کنیم و ادعا کنیم استالین بهتر از هیتلر بود. ارادتمند هوشنگ آریانپور. وصیت‌نامه سیاسی شاه را هم که 5 سال قبل از انقلاب نوشته شده اینجا گذاشتن، اگه کسی میخواد بیاد بخونه. اگه ندارید با آقای آریانپور تماس بگیرید براتون بفرسه، یا با من تماس بگیرید براتون میفرستم. باز هم ممنونم از آقای آریانپور. و پربیننده ترین عکس دردناک سال، این هم عکس رو من قبلا هم دیده بودم، حالا باز نشون بهتون بدم. بله، پربیننده ترین عکس دردناک سال، عکس دختر بچه 4 ساله در کشور جنگ زده سوریه که دوربین یک خبرنگار خارجی رو با اسلحه اشتباه گرفته و دستهاش رو در مقابل خبرنگار به نشانه تسلیم شدن و زنده ماندن بالا برده. این پربیننده ترین عکس سال شده. خب و اما اون دوستی هم که اون روز گفتم با کانون آوا تماس بگیرید، نمیدونم تماس گرفتید یا نه، دوباره میخونم، اون روزم خوندم.
ایشون هم اسمش محمد رضا است. سلام، مصاحبه زیبا و روشنگرانه شما را با علیرضا نصراللهی و حمیدرضا سلمانی دیدم، بسیار گویا و زیبا به نکاتی در رابطه با آل رجوی پرداخته بودید. میخواستم ببینم چطوری میتوانم با دوستان گروه یاران فرانسه و شما در ارتباط باشم، چرا که 10 سال داخل فرقه بودم و به ایران رفتم. فکر میکنم از طریق ارتباط با شما علیه سازمان به افشاگری بپردازم. لطفاً کمک کنید. 6 ماه در انفرادی در زندان کمپ اشرف بودم. ممنونم. خب دیگه بعدش هم اون خبر میرحسین موسوی بود. بعد آهان اون ماجرای بله دوستم، در رابطه با دکتر عقیلی پور، ایشون 63 تا برنامه دارن. من روز کنم اشتباهی گفتم 66 تا. این 63 تا برنامه رو ما به صورت نوار آدیو در آوردیم که حجمش کمتر باشه. برای شما اگه بخواین میتونیم با این USB، با این مموری های کوچولو که بهش میگن فلش، یا با DVD و CD و اینها بفرستیم، یا از همه اینها بهتر براتون با لینک بفرستیم که شما اون رو بگیرید روی تلفنتون بذارید، روی USB تون بذارید، روی DVD بذارید. برای بچه هاتون اگه میخواین نگه دارید، اونجوری خودتون دیگه تصمیم میگیرید. و من بارها گفتم این 63 ساعت برنامه، اگه کسی بخواد 63 تا 5 دلار هم بله بگو 60 تا 5 دلار هم بده، میشه چقدر؟ 300 دلار؟ 30 دلار؟ چقدر میشه؟ بله 60 تا 5 دلار 300 دلار. ولی یه چیزی مثلا مبلغ 20 دلار 30 دلار که خرج این ویدیو درست کردن و پست کردنش برای شما بشه. ما که اینجا هزار تا ویدیو با هم درست نمی کنیم که برای ما بشه دونه 1 دلار. هر ویدیویی 10-15 دلار خرجه، اونم به خاطر وقتشه. بعدم برو پست خونه و به هر آدرسی بفرست 6-7 دلار پول پستشه. دیگه اگه یه عملیه‌ای هم از دم هوم دیپو شما ورداری، باید 15 دلار بهش بدی تا بیاد سوار ماشینت بشه. اینم از این. پس 63 تا آدیوی برنامه های آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور هم موجود هست. خب بله اونها رو هم خوندم که اولویت با داخلی ها هست، که کتابخوانی در دنیا، این رو هم نگاه کنیم ببینیم چیه. بله آمار کتاب نخوانی در ایران، آمارهای کتابخوانی در دنیا هست، ولی اینجا نوشته آمارهای کتاب نخوانی در ایران. من این رو بهتون نشون بدم، قبلا هم گفتیم. اینم همه جور هست، یکی میگه نمیدونم سالیانه 4 دقیقه، یکی میگه سالیانه 20 دقیقه، ولی هممون میدونیم که کم میخونیم، هیچ کدوممون هم نمیریم زیاد بخونیم. آمارهای کتاب نخوانی در ایران و کتابخوانی در جهان. آمار ارقام های مختلفی در سالیان گذشته نسبت به سرانه مطالعه ارائه شده، از 79 دقیقه تا 15 دقیقه. البته هیچ وقت گفته نشد که این آمار چطور و با چه روش آماری و طی انجام چه مراحلی به دست آمده. به گزارش لیزنا چند سال پیش اعلام شد که سرانه مطالعه در ایران 2 دقیقه در سال است. همان زمان دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی اعلام کرد که نخیر، آمار مطالعه در ایران 79 دقیقه در روز است، که البته در این میزان سرانه مطالعه کتب درسی، کتب ادیه، قرآن، صفحات مجازی و هر چیزی که به خواندن ربط داشته باشن لحاظ شده بود. البته هیچ وقت گفته نشد که این آمار چطور و با چه روش و طی انجام چه مراحلی به دست آمده. اعتراضهایی به این آمار شد و چند دقیقه از آن را کم کرد و بالاخره اعلام شد آمار سرانه مطالعه 75 دقیقه و 34 ثانیه محاسبه شده، که 15 دقیقه و 17 ثانیه مربوط به کتاب 21 دقیقه و 31 ثانیه برای قرآن و این ادیه لا دعامه ها 32 دقیقه 36 ثانیه روزنامه و 5 دقیقه و 42 ثانیه به نشریخانه اقتصاد، که هر دو فضای مجازی و فیزیکی را شامل می شود. حالا نکته مهم این است که سرانه مطالعه یک شاخص جهانی است که تعریف مشخص و دقیقی دارد. با این تعریف این شاخص تنها مطالعه کتاب، آن هم از نوع غیر درسی را شامل می شود، یعنی نه مطبوعات، نه سایت های اینترنتی و مجازی، که در این سرانه
همه این موارد اعمال شده بود. یک سال گذشت. در طول این مدت سرانه های مختلفی اعلام شد و یک بار 15 دقیقه در این بین دیده می شد و مسئولان از 79 دقیقه کوتاه آمدند و گفتند سرانه مطالعه ایرانی ها حداقل 18 دقیقه و 47 ثانیه که با یک حساب سرانگشتی و کوتاه نگاهی به دوربرمان می توانیم قضاوت کنیم که این آمار هم نمی تواند نشان دهنده وضعیت امروز ما باشد. کتابخوانی در دنیا اونا آماراش هست، هر کی می خواد بره خودش جستجو کنه یا ایمیل بزنه براتون بفرستن. این که میگم ایمیل بزنید تو یکی دو روز آینده تا برنامه آینده، برنامه آینده که بیاد اینا دیگه پاک میشه میره، چون اگه قرار بود ما اینا رو پاک نکنیم ببینید به کجا میرسید. خب این هم این ندیدم، فکر کردم شما بیشتر از متفاوت از چی. آهان، یه عکسی رو یه دوستی برای من فرستاده بود، این عکس توی فرانسه و متنش اینه، یعنی تیترش اینه: یک عکس کاملا متفاوت از امام موسی صدر، صادق قدزاده و صادق طباطبایی. من گفتم والا کاملا متفاوت من نمیبینم یعنی چی. خب اینا مثل هر آدم دیگه ای هم اون موقع جوانتر بودن، هم بالاخره اونجا هستن، قهوه خونه فرانسه هم همینه دیگه، کنار خیابونه، میرن میشنن کنار خیابون، اون آقا داره سیگارشو میکشه، این آقا داره سیگارشو میکشه، این خانم که زن صادق قدزاده بود اینم حتما زن این چیز هست، طباطبایی. من چیز متفاوتی ندیدم تو این. مثلا چیه؟ اینا فکر میکردن آخوند سیگار نمیکشه، فکر میکردن آخوند قهوه نمیخوره. اگر کسی چیزی متفاوت میبینه لطف کنه اون به من بگه، که اینجا نوشته یک عکس کاملا متفاوت 26 فروردین. خب دیگه وقتی روزنامه ها و مجله های ما این یک عکس اینجوری رو به عنوان خبر و اون هم به عنوان کاملا متفاوت پخش میکنن، دیگه آخرش این میشه که بندم بیام اینجا بگم میرحسین موسوی مرده، معلوم بشه آقای علی زرابی این ایمیل رو بدون بررسی فرستاده، ما هم برای شما گفتیم بابا رفتیم هم نگاه کردیم همچین چیزی نیست. اینم از این. دوستان عزیز، ساعت 3:31 است و بس دیگه، 90 دقیقه یک ضرب صحبت کردن کافیه. چهارشنبه با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود در رابطه با جمهوری ایرانی و هویت ملی، که من از روز اول گفتم که این هم تیترش به نظر من سوال برانگیزه، یعنی چی جمهوری ایرانی و هویت ملی. الان دیگه دنیا یه جوری شده که اون وقتا طرف خودشو میکش بگه جهان وطنی، الان واقعا دیگه جهان شده وطن همه. آقای سهیلی امروز نوشته بود که پسر نوش مثلا گفته که من کاناداییم، گفتم نه شما خانساری هستی. آقای سهیلی گول خودت نزن، امیدوارم 120 سال زنده باشی، ولی حالا تا شما زنده هستی زور بگی به ای بگی خانساری هستی. آقای ایشون کاناداییه که ایرانی تباره، پدر پدرش از ایران بوده. خودتون رو اسیر این مشکلات نکنید. یکی از دوستان دیروز من میگه حالا که بچه‌هات بزرگ شدن و وضعشون بد نیست و اینها، من میخوام از شما بپرسم بچه‌هامو چجوری بزرگ کنم. گفتم آقا شما یه تلفن که میخری یه دفتر انقدی همراهش میاد، ولی بچه که میاد که کتابی باهاش نمیاد. خودت نگاه کن آقا، اگه بچه‌تو اینجا ایرانی بار بیاری، تو خونم با شما فارسی صحبت کنی، این بیچاره وقتی میره مدرسه تو سری خور میشه، پول نهارشو ازش میگیرن، نهارشو ازش کش میرن. میخوای یه بچه تو سری خور داشته باشه ولی ایرانی کامل باشه توی آمریکا داشته باشه؟ خب چرا آوردش اینجا؟ وقت بذار براش توضیح بده، با دو تا فرهنگ آشناش کن. اینایی که با دو فرهنگ آشنا شدن نشون داده شده در جامعه موفق ترن. زبلیای ایرانی ها ورداشته اونجایی که این بیچاره آمریکایی‌ها ساده هستن اون زبلی میکنه، ماشاءالله. بس دیگه، بیش از این برای خودمون دشمن پیدا نکنیم. و هنوزم هم آقای سعیدی اگه بخواد صحبت کنه، هم اون آقای بینام و نشانی که حتی به پدر مادرش افتخار نمیکنه که بگه من کیم. آقا وقتی من میگم از سوربی هستم یعنی افتخار میکنم، پدرم سوربی، جدم سوربی. شما بیا افتخار کن، بگو کی هستی، کجا بودی، بگو بله من یه دونه از این کتابا بهم دادن، شورت پوشیدم رفتم مدرسه.
دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این را هر روز اینجا نشون دادیم، ثابتم کردیم و از آقای چمنارا هم ممنون هستم، چون آقای چمنارا هم تو صحبتاشون گفتن که تلویزیون ما رو به این خاطر دوست دارن که ما از هر گروهی میتونن بیان اینجا صحبت کنن و خط قرمز برای کسی نمیکشیم. خود اینها شاهدن، چون ما وقتی کسی میاد اینا بعضی وقتا وقتی میخوان به من بگن قبلش با هم صحبت کنیم، میگم نه، چون اگه قبلش صحبت کنیم شما یه چیزی به من بگی، این بعد برای من تکراری میشه، بذارید برای منم جالب باشه و تازه باشه. ولی بعضیا میگن آقا اگه برنامه میخوای اول باید با هم صحبت کنیم، ها بگیم چه چیزایی بگو چه چیزایی نگو. من مامور ساواکم، اسم شاهر نیار. اگه میخوای هویدا رو بکشی، هویدا رو دلا نکش، سلا نکش، اینجوری. خب من مامور ارشادم، اگه میخوای اسم خمینی بیاری باید اینجوری باشه، اولش بنویسی آیت الله، آخرش بنویسی ر. نه آقا، اینجا هیچ کسی، هیچ کسی، حتی خود من، حتی شما که میای تو برنامه، اگه پول برنامه رو میدی حق نداری به من بگی این سوالا رو از من نکن. من سوالمو میکنم، ولی شما حق داری بگی من حاضر، من نمیخوام، مایل نیستم پاسخ بدم، که همون موقع دوستان میفهمن که آقا این سوربی که این سوال کرد و این که پاسخ نداد، یک کاسه ای زیر نیم کاسه است. روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو به این صورت ادامه بدیم، بعد از برنامه من آقای شبستری، پس از اون آوا، بعدش ارشاد، بعدش رادیو کیان ایران، بعدش آقای مینویی، بعدش آقای اجلالی. پس شد سوربی، بعد شبستری، آوا، ارشاد، رادیو کیان ایران، مینویی، اجلالی، دوباره سوربی، مگر اینکه شما بیان برنامه شما هم بیاد بشه برنامه شما. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. مرسی.